سلام های بسیار گرم به شما بینندگان عزیز شهل و دانشور هستم. برنامه کارگران و یک دنیا بهتر را خدمتتون تقدیم میکنم. جنبش کارگری پر از تلاطم جامعه، پر از تلاطم خیزش های مردمی در خوزستان شهرهای مختلفی رو در بر گرفته. موضوع برنامه این هفته ما ادامه اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، ادامه اعتصاب در میان کارگران پروژه نفت و آخرین تحولات، همینجور همبستگی های کارگری با خیزش مردمی در خوزستان و همبستگی مردمی با اعتراضات در نفت. امیدوارم به این موضوعات برسم در این حال خبرهایی که در طول هفته داشتیم. از نیشکر هفت‌تپه شروع میکنم. روز گذشته 31 تیر ماه دهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بود. تو این روز هم این کارگران مثل روزهای قبل در محل سنگر جمع شدند. در این روز در صحن شرکت راهپیمایی کردند و سخنرانی کردند و از خواستهاشون گفتند. جمع شدن و تاکید بر خواستا تصمیم گیری جمعی سنت نیشکر هفت‌تپه است و این اسمشو گذاشتن تصمیم گیری شورایی. در روز قبل از اون ابراهیم عباسی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه سخنران بود. او در سخنرانی‌هاش از خواستا و مطالبات کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه صحبت میکنه. کلیپی داریم، صحبت‌های ابراهیم عباسی رو میشنویم. تأکید میکنیم این مطالبات اولیه است. مطالبات دیگری به دنبال این مطالبات هست. چه دولت باشه، چه ارگان دیگه باشه، چه هفت‌تپه باشه، باید مطالبات هفت‌تپه رو کامل پرداخت کنه. مطالبات ما اولویت بندی که کنیم، اول پرداخت حقوقای معوقه، 2 ماه حقوق آقایون با 1 حقوق کارگر هفت‌تپه از پای سنگر نمیره. حقوق ها پرداخت شدن، باز هم اینجاییم تا تعیین تکلیف شرکت هفت‌تپه. این دومی بود. 3، قرارداد مطالبه گران، کسانی که مطالبه گری کردن برای هفت‌تپه به ناحق اخراج کردن، بخشی ها و خنیفری ها، اخذری ها، آقایون اگر اینها برنگردن دلسردی ایجاد میشه، پشتوانه اینا باشید. قرارداد بچه های دفعات نیشکری، غیر نیشکری، بچه های فصلی، کارخونه، تجهیزات، اینها باید درست بشه که امنیت شغلی و اینا داشته باشه. 3، واکسینه کردن کارگران مجانی و رایگان از طرف دولت، موظف واکسن کرونا رو تهیه کنه برای کارگران که در خطر بیماری کرونا کمتر قرار بگیرن. تأکید میکنیم این مطالبات اولیه است. مطالبات دیگر همونطور که در صحبت‌های ابراهیم عباسی دنبال کردید، بعد از خلعیت به خواستای این کارگران پاسخ داده نشده و کارگران اعلام کردند تا رسیدن به مطالباتشون به اعتصاب خود ادامه میدن. کارگران اعلام کردند هر کسی که بیاد در نیشکر هفت‌تپه بخواد مدیریت کنه، اگر مطالبات ما رو جواب نده، همون وضعی رو خواهد پیدا کرد که بر اسد بیگ گذشت، به ما اجازه نخواهیم داد. در این اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه در این حال حمایت خودشون رو از فرزانه زیلابی، وکیلشون که برای اون پرونده سازی شده به جرم حمایت از کارگران، اعلام حمایت کردند و گفتن مسئله لغو پرونده امنیت اون به دیگر مطالبات ما اضافه شده. و همونطور که بارها تأکید کردیم، یک خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بسته شدن تمامی پرونده های امنیتی است. کلیپی میبینیم از صحبت های ابراهیم عباسی و شعار کارگران نیشکر هفت‌تپه که میگن زیلابی زیلابی حمایتت میکنیم. 5، یه مورد هست امروز اضافه میکنیم به مطالباتمون، خاتمه دادن به پرونده خانم زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه که به ناحق پرونده سازی کردن براش. کارگر هفت‌تپه موظف از این خانم حمایت کنه، چون کنار ما بود در بدترین شرایط و ما هم
در هر شرایطی کنارش بیست. زیلابی حمایتت میکنی. پنج. در بخش دیگه صحبت‌های ابراهیم عباسی صحبت میشه از اعتراضات مردمی در خوزستان. هفت‌تپه یکی از شهرهای استان خوزستانه. خوزستان تشنه و مردم به خیابان‌ها اومدن. در بیش از 26 شهر در این استان که دامنش به شهرهای دیگه هم خارج از این استان از جمله علی گودرز کشیده شده. در جاهایی مثل اصفهان، یزدان شهر اصفهان، فولادشاهر اصفهان تجمعات در حمایت از مردم خوزستان به پا شده. در مشهد هم همینجور. و پژواک اعتراض مردم خوزستان رو ما در صادقیه تهران با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و در کرج و در جای جای ایران داریم میشنویم. این اعتراضات داره گسترش پیدا میکنه و همونطور که خود مردم اعلام کردن با هشتگشون آب مثل آبان دارن ادامه آبان را فریاد میزنن. انعکاس اون رو در تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه میبینیم که حمایت خودشون رو اعلام میکنن و تعرض خودشون رو به این که این مدیران نالایق، این رئیس جمهور بعد از رئیس جمهور اومدن و این وضع رو بر سر مردم آوردن و اعلام همبستگی میکنن. کلیپی از این قسمت از صحبت‌های این کارگران رو میبینیم. دیگه هست یکی که آقای روحانی گفته خوشدالی استان خوزستان از برنجکاریه. نه، از بی‌لیاقتی تو و وزرای تو بوده. خوشدالی استان خوزستان از بی‌لیاقتی استاندارا و رئیس جمهورهای وزرایی بوده که نه تدبیر داشتن، نه امید دادن به مردم، نه لیاقت داشتن ریاست کنن. کسی که دامش گاومیشش توی حورالعظیم مرده چه فرقی میکنه؟ زندگی و معیشتش اون دام بوده، زندگی دیگه براش ارزش نداره. آقایون نیرو انتظامی، شمایی که پول معیشتتون از بیت المال و مالیات من کارگر و امثال ماها پرداخت میشه، شایسته نیست تفنگ بگیری سمت مردم استان خوزستان، جانشون رو هدف قرار بدید. از نیرو انتظامی که میخواهد درد مردم رو حس کنه و حس کرده، ما اون مالیاتی، اون پولی که عجیب ما میره تو جیبی آقا حلاله، ولی کسی که تیر میزنه به جان شهروندش شکی نیست. اون کسی که تیر میزنه جان شهروندش شکی نیست که بویی از انسانیت نبرده. درود بر شرفتون. بخش دیگر از صحبت‌های مهم ابراهیم عباسی در این تجمع حمایت از اعتصاب کارگران نفت و خواستا و مطالبات بر حق اونهاست. کلیپ این صحبت‌ها و این بخش از تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه رو می‌بینیم. کارگر کارگره، چه نفتگر باشه، چه کارگر نیشکر باشه، چه فولادی باشه، چه هبکویی باشه، فقط وظیفه‌هامون فرق میکنه. ما هفت‌تپه‌ای‌ها کارگران نفت رو به دلیل اینکه مطالبات صنفیشون پرداخت نشده حمایت میکنیم و کنارشون هستیم. کارگر ایرانی اتحاد اتحاد! کارگر ایرانی اتحاد اتحاد! کارگر ایرانی اتحاد اتحاد! اما بریم سراغ اعتصاب گسترده در نفت. بیش از یک ماه اعتصاب در 15 استان و 114 مرکز پروژه‌ای و دامنه اون هر روز گسترده تر شده. الان کارگران رسمی هم اعلام کردن که وارد اعتراض خواهند شد و اعتراض اونها به نحوه افزایشات مزدی برای سال 1400.
در جلسه ششم تیر ماه تصمیم گیری شد که بخشی از اون باز پس گرفته بشه از این تعرضات و از اون تصمیماتی که گرفته شده بود، اما کارگران متوجه شدن که در حقوق تیر ماهشون تغییری نکرده و به همین دلیل به ادامه اعتراضاتشون تاکید کردن. از جمله کارکنان رسمی عملیاتی سکوی‌های گازی در صنعت نفت به اعتصاب از دوم مرداد ما اولتیماتوم دادن. همونطور که گفتم خواست اونا اصلاح بند 7 تبصره 12 قانون بودجه 1400 است، مربوط به سطح حقوق و دستمزدشون. از سوی دیگه اعتراض کارگران پیمانکاری تعمیرات فازهای 9 و 10 اصلویه رو داریم در 29 تیر ماه که به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و کیفیت بسیار پایین قضا اعتراض میکنن. وضعیت بد قضا و کیفیت پایین اون یک موضوع اعتراض کارگران اعتصابی نفت هست و خواست اونا بالا بردن استاندارد کمپ ها و همینجور وضع قضا و کلن وضعیت زیستی و شرایط کاری اونها هست. همینطور روز 30 تیر کارگران پروژه پیمانی نفت در کرمانشاه تجمع کردند و بر ادامه اعتصابشون تاکید کردند. این شکل جدیدی از اعتراض هست در میون کارگران نفت در کنار اعتصابشون. قبلا هم نظیر این تجمع در گهرو در استان جهان چهار محال و بختیاری در لردگان در روستای پیان در ایزه در آبادان خرمشهر اصفهان سپیدانه چقاخور و فارسان فولادشهر آلیکو اولاد حاج علی در تنگ گندمکار ایزه در پروژه نفتی مهران در جهانپارس و هفتشان این تجمعات به پا شده. تجمعات به این شکل که داره شهر به شهر به پا میشه بستر بسیار خوبیه برای تشکیل مجمع عمومی کارگران، برای تصمیم گیری جمعیشون، برای انتخاب نمایندگانشون و برای آماده شدن جهت رفتن به سوی مذاکره با پیمانکاران در صورتی که لازم باشه و در صورت تماس پیمانکاران. کارگران ایستادن و میگن از خواستاشون کوتاه نمیان و بر سر این گفتمان‌های بسیاری در جریان هستش. کلیپی می‌بینیم از تجمعاتی که کارگران پروژه‌ای اعتصابی نفت در شهرهایی که اسم بردم به پا کردند. ما صنعتکاران کرمانشاه از شما برادران صنعتکار حمایت می‌کنیم تا به احقاق رسیدن کمپین در کنار شما برادران عرصه نفت و گاز خواهیم ماند. امروز 29/4/1400 برابری و برادری بخش کیار، شهر گهرو، شهر شلمزار دور هم جمع شده ایم تا پیام خود را به گوش همکاران خود در کمپین 20/1400 برسانیم. درود بر شما. با عرض ادب و احترام سلام خدمت صنعتگران شریف و زحمتکش شهرستان لردگان و توابع آن منطقه ریگ و همه دوستانی که از جای اطراف تشریف آوردن برای این گرد همایی. آمدیم برای اعتراض، برای رسیدن به حق حقوق خود، برای رسیدن به حق حقوق خود، برای احقاق حق و همبستگی خود را به همه همکارانی که در جای جای این مملکت فناور هستند میرسانیم و تا کمپین خود به حق حقوق خود نرسد دست از تلاش نمیکشیم. دوستان عزیز، ما هرگز زیر بار استبداد و ظلم نرفتیم و نخواهیم رفت و ما حمایت خود را به بچه های زحمتکش پروژه اعلام می کنیم. ایزه، هفشینجون، مسجد سلیمان، اولاد آذری و همه کسانی که در این عرصه خدمت می کنند و خود می کنند. اما اقتصاد تورم بالای 70%، من جوون تو این اقتصاد این تورم بالای 70% چطوری کار بکنم؟ چطوری زندگی ما سر سامون بدم؟ دوستان همه به امید پیروزی. از جمله اعتراضات دیگه اعتراضی هست که در 29 تیر ماه از طرف بخش دیگه از کارکنان عملیاتی شرکت پی او جی سی شاغل در این سکو
همچنین در شرکت پالایش گاز فجر جمع هست که دست از کار کشیدند و تجمع کردند و اعتراض این بخش از کارکنان رسمی نفهمتر که گفتم به نحوه افزایشات مزدی سال 1400 است. به علاوه اون که اونها میگن قدرت خریدشون داره هر روز پایین تر میرشه، مالیات های سنگین تری به درآمدشون بسته میشه، محیط کارشون ناامن هست و از قبل هم تجمعات متعدد و سراسری داشتن و الان هم اخطار کردن و همطور که اعلام کردم در دوم مرداد ما یک دیگه تجمعات این کارکنان رو شاهد خواهیم بود. اما آخرین بحثا چیه؟ خوبه به این هم بپردازیم. گروه تحت عنوان گروه مدیریت پایپینگ، این گروه همه پرسی به قولی رای گیری رو انداخته در کانال خودش تحت عنوان پایان اعتصاب. تو این رای گیری سه گزینه رو گذاشته: موافق با پایان اعتصاب، مخالف با پایان اعتصاب و رای مدیریت این کانال ها و گروه ها. خب در حالی که کارگران منتظرن که ثمره بیش از یک ماه اعتراض خودشون رو بچینن، جواب بگیرن، با قدرت برن پای مذاکرات و خواستاشون رو تحمیل کنن، یه دفعه یه گروهی اینچنینی میاد رای گیری میکنه برای پایان اعتصاب. این همون گروهی که از همون اول هم با کمپین تخلیه سراسری کمپ ها تلاش کرد کارگران رو بفرسته خونه برای اینکه موقعیت رو به دست بیاره که بتونه از بالا سر کارگران با مذاکره و با سازش این مبارزه و این اعتراض رو تحت کنترل داشته باشه. چون زمزمه های اعتراض در میان کارگران نفت بالا گرفته بود، چون از قبل این کارگران اولتیماتوم داده بودند و گفته بودند به میدون میان و به همین دلیل این گروه ها جلو افتادن و تازه تحت عنوانی که هیچ گونه تجمعی نشه، هر گونه تجمعی اختشاشه و هر سخن و هر اعتراض فراتر از گفتمان و چارچوب حرفای اونها از زاویه اینها اختشاش و بیرون کردن از کانال های تلگرامیشون بود. بعد هم حتی اخطار کردن وقتی که شورای سازمانی اعتراضات کارگران پیمانی نفت سر بلند کرد، وقتی از همون روز اول اعلام اعتصاب کرد، بر خواستای کارگران تاکید کرد، بر تجمع کارگران تاکید کرد، بر اینکه نباید اجازه بدیم از بالای سر ما تصمیم گیری بشه، باید خودمون جمعی تصمیم بگیریم، تاکید کرد. اینها یک دفعه شروع کردن به اینکه این شورا از خارج ساخته شده، اعضاشو به فتا معرفی میکنیم و شروع کردن به همون کاری رو انجام دادن که حراست جمهوری اسلامی انجام میده، همون کار رو انجام دادن، همون تبلیغات رو رو انداختن که سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی میکنه، تو همون نقش ظاهر شدن. در واقع نقش واقعیشون همینه، در کنار شوراهای اسلامی شدن در واقع یک ابزار دیگه برای مهار کردن مبارزه و تحویل کارگران معترض به پلیس فتا. همون گروه هست که امروز این رو گذاشته، این رای گیری رو گذاشته. چرا؟ برای اینکه اعتراض چنین ابعادی پیدا کرده و جدال سخت الان در نفت در جریانه. جالبه که در همین رابطه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه داده، آخرین بیانیهش، و میگه که نباید اجازه بدیم. میگه ما برای حق و حقوقمون به اعتراض بلند شدیم، ما دست پیمانکاران چپاولگر به امان اومدیم، دیگه حاضر به ادامه این توخش و بردگی نیستیم، دستمزد ما به هیچ وجه کفاف زندگیمون رو نمیده و با رفتن بالا رفتن قیمت ها و زندگیمون هر روز اسفناکتر میشه، کار شاق و طولانی داریم میکنیم، هر روز تو گرمای تابستان های سوزان و در میان انواع اقسام آلودگی های زیست محیطی زندگیمون تباه میشه، ما دیگه حاضر نیستیم تو چنین شرایطی در فقر و بی‌تأمینی زندگی کنیم و شاهد محرومیت فرزندانمون در داشتن یک زندگی شایسته باشیم، ما حاضر نیستیم که در این کمپ‌های سر و پا تحقیر که توهین آشکار به منزلت انسانی ما کارگران هست سر بکنیم، ما دیگه حاضر نیستیم که هر روز به خاطر فقدان اولیه‌ترین تجهیزات لازم ایمنی کار قربانی بدیم، ما دیگه حاضر نیستیم این چنین با فقر و تبعیض و بی‌تأمینی در بردگی و اسارت کار
پیمانی زندگی بسر کنیم و اینها همه موضوع اعتراض ماست. و بعد میگه که در این میان سردمداران گروه پایپینگ به گفته خود با هدف تعهد و پایبندی به نظام دارد زندگی و معیشت ما کارگران را به مزایده و مناقصه میگذارد. از همین رو هنوز جوهر طرح پیگیری مطالبه گری در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی و نماینده تراشی ایشان که ما قبلا در مورد آن هشدار دادیم خشک نشده. میخواهند خود را از همه اینها خلاص کنند و با طرح رای گیری برای پایان اعتصاب به میدان آمدند. بدین ترتیب اگر در اعتصاب سال گذشته وعد و وعید تحویل من دادن، امسال حتی همان را هم مدعی نیستن و فقط میخواهند اعتصاب پایان یابد. نباید اجازه دهیم. و این طرح و طرح رای گیری رو برای پایان اعتصاب بدون رسیدن به خواستای کارگران یک عملی تفرقه افکنانه و اعتصاب شکنانه میخونه. درود بر شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت. و در همینجا راهکار نشون میده بر چهار خاص اساسی کارگران تاکید میکنه. میگه توی جاهای کارفرمایان زیر فشار اعتراض کارگران مجبور شدن دستمزد دو برابر کنن، 20 روز کار و 10 روز مرخصی رو قبول کردن. این مبناست و از این کمتر رضایت نمیدیم. و علاوه این که دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از 12 میلیون باشه. همینجور میگه بعض کمپا به بهبودی جدی پیدا کنه، غذاخوری مناسب و در شأن کارگران باشه، محیط های کار ایمن بشه و پیمانکاران باید به طور مشخص اعلام کنن که چه اقدامات تو این رابطه انجام دهن و بالاخره توافقات باید کتبی رسمی باشه و توافقات هر مذاکره وقتی رسمیت پیدا میکنه که کارگران بخشی که از جانبشون توافق صورت گرفته رضایت خودشون رو اعلام کنن. و بعد میگه خب همین الان همین جایی که تجمع میکنید همین جاها نمایندهاتون انتخاب کنید و پا پیش بذارید. تأکیدش اینه اگر تو 10 تا این کار موفق بشیم با نمایندگان واقعی خودمون و با خواستای خودمون این کار انجام بدیم، این سراسری خواهد شد. تأکید میکنه درسته که این شرکت ها پراکندند و صنعت نفت گسترده است، بالاخره باید این گام رو برداشت، بالاخره باید این مانع رو از سر راه خودمون برداریم. این قدمی در راه کوتاه شدن دست پیمانکاران، این قدمی در راه لغو قوانین بردهبار ویژه اقتصادی در این مناطق. همین دلیل به درستی روی اینها تاکید میکنه. زنده باد کارگران اعتصابی نفت. حمایت های اجتماعی از اعتصاب در نفت. تمام توجه ها رو به خودش نفت جلب کرده. یکی از نمونه های جالب این حمایت ها در فولاد شهر که کارگران حمایت خودشون و همبستگی خودشون از این کارگران اعلام کنن. کلیپ این رو میبینیم. این 20 فولاد شهر 28/4 از اتفاقات مهم دیگه این هفته تجمعات بازنشستگان در مشهد، رشت و عراق، بازنشستگان تامین اجتماعی که فرخان قبلی دادن تجمع کردن، خواستشون افزایش حقوق بالای 12 میلیون درمان رایگان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن و پایان دادن به دزدی‌ها و بازگردانده شدن پول‌های به سرقت رفته به صندوق‌های بازنشستگی هستش. همینطور بازنشستگان فولاد هم در این هفته تجمع داشتن، فولاد اصفهان و فولاد خوزستان. و در شهرداری های کوتب‌الدوله و شهرداری پلدختر تجمع بوده و حمایت های وسیعی که گفتم از کارگران نفت شده، از تشکل های مختلف کارگران نیشکر افتاب بگه نمونش رو کلیپش رو دیدیم، کارگران فولاد اهواز و بیانیه های مختلف از بخش های مختلف مادران دادخواه، تشکل هایی تو سطح بین المللی در فرانسه، در کانادا، در استرالیا، در جاهای مختلف از عراق، بسیار وسیع این همبستگی ها و این یک رکن تقویت کننده مبارزات کارگری هستش. در رابطه با خوزستان هم ما شاهد حمایت های از سوی تشکل های مختلف کارگری از این اعتراضات بودیم. همینجور شاهد
حمایت های از سوی به طور مشخص کارگران فولاد اهواز بودیم که اونا در بیانیهشون میگن که کمبود آب بر وضع تولید این کارخونه هم تاکید میکنه و ما هشدار میدیم که اگه این وضع ادامه پیدا کنه دست به اعتصاب وسیع خواهیم زد. و همطور نیشگر هفتپه اعلام حمایت کرده، همطور شورای هماهنگی تشکل شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام حمایت کرده، همطور تشکلهای مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای نقاشان، کارگران بر انجمن صنفی کارگران برق فلزکار کرمانشاه، بسیار وسیع این لیست و در این حال از جاهای مختلف گروه های از زنان کوهنورد، از نانوایان شهر سنندج، از کولبران، از زنان خانه‌دار شهر سنندج و از تجمعی بود در مقابل دادگستری که در اون آرش صادق رسول بود، آقای نرگس محمد جعفر عظیم‌زاده، پوران ناظمی، روح الله مردانی، آرش کیخسروی، حمید آصفی و بهزاد همایونی دستگیر شدن و بعد آزاد شدن. جعفر عظیم‌زاده فعالین سرشناس کارگری تو این تجمع بود و سخنرانی کرد و به این شکل می‌بینید که جامعه داره به کدوم طرف می‌ره. این جامعه‌ای که با اعتصابی عظیم مثل نفت، با اعتصابی مثل کارگران نشکر تپه که سنگر مهم جنبش کارگری، با گفتمان‌های رادیکال و انسانی، با خیزش مردمی در خوزستان، با ابعاد و گسترده و گسترش دامن اون به شهرهای دیگه داره میره به طرف اعتصابات سراسری، داره میره به طرف یک انقلابی انسانی که داره رهایی رو فریاد میزنه و بار دیگه شعارهای مرگ بر دیکتاتور، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون، اینها شعارهایی که به کف خیابون کشیده شده و اتفاق مهم اینه که جلوی این حرکت جنبش کارگری رو میبینیم با گفتمانهای چپ، رادیکال، انسانی و برابری طلبی و بسیار بسیار امید بخشه. این هم بستگی ها بپیوندید. آزاد شدگان اعتراضات مردم در خوزستان باید فورا آزاد بشن. با همین اعتراضات در زندان ها رو باز باید بود. تمامی زندانیان سیاسی بدون قید شرط باید آزاد بشن. زنده باد انقلابی انسانی. برنامه ما به پایان رسیده. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.